به نام ایزدمنان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله و رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در پی دسیسه علی من هستند و کوشش دارند آرای پاک مرا ابطال کنند و من هرگز اجازه نخواهم داد. اگر نیاز شد از تمام قدرت کار خواهم گرفت. حمایت تلویحی یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر ابطال بخش از آرا. به دنبال درخواست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله از کمیسیون انتخابات مبنی بر ابطال حدود 300 هزار رای، مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون اشاره به موضع این تیم میگوید بنابر شفافیت و اسناد قانونی سرنوشت حدود 339642 رای باید مشخص شود. مولانا محمد عبدالله در یادداشت امروز 14 عقرب نوشته است که سرنوشت 137630 رای معلق و 2012 را استفاده شده خارج از زمان رایگیری در ششم میزان باید مشخص شود. مولانا محمد عبدالله همچنان افزوده است که قبل از بازشماری آرا محلات رایگیری با تفکیک آرای سالم و بی‌اعتبار مشخص شود. همچنان برنامه های عمومی و فرعی بازشماری آرا در سطح مرکز و ولایات نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تایید شود. مولانا محمد عبدالله تاکید می کند که بدون رعایت این موارد بازشماری آرا دچار مشکل خواهد شد. دیروز نوررحمان اخلاقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در نشست خبری گفت 137 از آن رای به صورت مبهم و تقلبی وارد سیستم شده و در حدود 100 هزار رایی که خارج از زمان رایگیری قبل از ساعت 7 و بعد از ساعت 5 ششم میزان درج سیستم شده و نیز در حدود 70 هزار رای نظر به میاره که عکس تکراری و عکس از روی عکس باید حذف شود باطل و بی‌اعتبار شناخته شود. کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً اعلام کرد که از 1,929,333 رای اضافه بر 86 هزار رای باطل شده است. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات 1,843,107 رای اعتبار دارد و باقی آرا نظر به میارهای کمیسیون فاقد اعتبار شناخته شده است. مولانا محمد عبدالله همچنان میگوید مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات که در ساحات کاریشان تفاوت فاحش آرا وجود دارد مطابق فیصله کمیسیون مستقل انتخابات باید به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند. معرفی شدن مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به تقلب هستند یکی دیگر از مطالبات تیم ثبات و همگرایی بود که دیروز از سوی این دسته انتخاباتی مطرح شد. مولانا محمد عبدالله تصریح کرده است که در موجودیت چنین اشخاص مشروعیت بازشماری آرا نیز زیر سوال می رود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک ماه قبل برگزار شد اما تا کنون نتیجه مقدماتی انتخابات اعلام نشده و قرار است در 23 عقرب اعلام شود. توافق چین برای میزبانی نشست درباره صلح. سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که تاریخ این نشست از سوی حکومت چین اعلان خواهد شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه 14 عقرب در یک گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه چین درباره نشست که قرار است بیجینگ درباره صلح افغانستان میزبانی کند به توافق رسیدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است این نشست در آینده بسیار نزدیک برگزار شود و کابل و بیجینگ در این باره کار میکنند. این نخستین بار است که چین درباره صلح افغانستان نشست را میزبانی میکند. و رئیس جمهور غنی در یک گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه چین درباره چگونگی برگزاری این نشست به توافق رسیدند. قرار است که در این نشست یک هیئت 12 نفری طالبان با هیئتی که از سوی کابل فرستاده می شود درباره صلح افغانستان رایزنی کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت عنقریب این نشست شاید برگزار شود
و تاریخ این نشست را قرار است که کشور چین اعلام بکند و حکومت افغانستان هم فهرست از اشتراک کنندگان را قرار است که بزودی با حکومت چین شریک بسازد. اکنون یکی از بحث‌های مهم در کابل چگونگی گزینش یک هیئت برای شرکت در این نشست است. رهبر شورای نجات افغانستان از جنجال‌های گزینش این هیئت پرده برمی‌دارد. سید اکبر آقا رهبر شورای نجات افغانستان گفت: حالا ما خبر هستیم که حکومت و حامد کرزی درباره تهیه لیست با هم کنار نمی‌آیند. یک طرف یک لیست را می‌سازد و طرف دیگر لیست دیگری را می‌سازد که در این نشست شرکت کنند. و این کار به صلح کمک نمی کند. در کنار چین، ایران نیز از کشورهای دیگری است که در تحولات روند صلح افغانستان نقش دارد. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در نشست گفته است که در نشستهایی که در آن دولت افغانستان حضور نداشته باشد، تهران نیز شرکت نخواهد کرد. وحید مجده آقای سیاسی گفت نظرشان این است که پروسه صلح را که آقای خلیلزاد برای انداخته است یک پروسه صلح نیست، بلکه تغییر چهره جنگجویان از طالب بدایش است. مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران به این باور است که روند صلح در دوحه پایه‌های توافق روند بن را تضعیف می‌کند و خلیلزاد در طرح صلحش قانون اساسی افغانستان را نادیده گرفته بود و نیز در این طرح تکلیف مخالفان صلح در افغانستان و بیرون از افغانستان روشن نشده بود. نیروهای مرزی آماده دفاع از هر گونه حمله احتمالی در امتداد خط دیورند. ولسوالی ناره ولایت کنر چند روز پیش گواهی یک درگیری سنگین میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی بود. نیروهای مرزی در ولسوالی مرزی ناره ولایت کنر آماده هر گونه حمله احتمالی از آن سوی خط دیورند هستند. فرمانده لوای نخست نیروهای مرزی در شرق کشور هنگام دیدار از ولسوالی ناره میگوید که نیروهای زیر فرمان او در بخش‌های مهم این ولسوالی جابجا شدند و به هر گونه حمله از آن سوی خط دیورند پاسخ خواهند داد. ولسوالی ناره ولایت کنر چند روز پیش گواهی یک درگیری سنگین میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی بود. هرچند اکنون دو طرف آتش بس اعلام کردند، اما نیروهای امنیتی افغان دست به ماشه نشستند و آماده هر گونه حمله از آن سوی خط دیورندند. برید جنرال محمد ایوب حسین خیل فرمانده لوای نخست نیروهای مرزی در شرق کشور هنگام دیدار از روستای دو کلام ولسوالی ناره میگوید که نیروهای امنیتی کشور در حال ایجاد پاسگاه ها در بخش های مهم این منطقه هستند. آقای حسین خیل گفت به تاریخ هفتم میان ما و آنها آتش بس شد. تا اکنون درگیری نشده است. نیروهای مرزی، بریدملان و افسران با روحیه بلند در سنگرهایشان دست به ماشه هستند. هرچند پس از درگیری هفته گذشته میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی نارای دوباره نشست‌های میان مقام‌های دو کشور در این بخش برگزار شدند، اما نیروهای بیشتر به بخش‌های آسیب پذیر از سوی حکومت افغانستان در کنر و نورستان فرستاده شدند. عبدالصابر حیدری فرمانده نیروهای مرزی در ولسوالی نارای گفت پاکستانی‌ها می‌خواستند در اینجا منطقه ترکمر که یک منطقه صفری است در خاک ما پاسگاه بسازد. از سوی نیروهای ما اول از طریق گفتگو برای آنها ما میخواستیم بگوییم این منطقه جنجالی است و مردم و نظامیان ما همراه این منطقه حساسیت دارد. شما از این کار بگذرید و این نقطه را ترک کنید. مگر اینها باز هم به کار خود ادامه دادند. وقتی از طرف ما ممانعت گفتگو بود، آنها بالای سربازان ما شلیک کردند و جنگ شروع شد. غوث‌الدین بزرگ قوم گفت این گپ امروز نیست. مردم همراه نظامیانشان همکاری کردند. روستای دو کلام و ولسوالی ناره کنر با منطقه چترال آن سوی خط دیورند مرز دارد. در یک حمله یک هفته پیش نظامیان پاکستانی بر این منطقه دو زن جان باختند و به شمول زنان و کودکان 5 تن دیگر زخم برداشتند. اما از کشته و زخمی شدن چندین نظامی پاکستانی در حمله متقابل نیروهای افغان نیز گزارش شده است. دعا
دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. این بود ویدیو امروزی، تا ویدیوی دیگر، بدرود.